بانام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر، همراهان عزیزی که در ایران گردی همراه ما هستین و داریم جاذبه های دیدنی میهن اعظم رو بهتون معرفی میکنیم. داشتم نگاه میکردم به این رودخونه صوفی چای در استان آذربایجان شرقی، شهر زیبای مراغه که قرار بهتون معرفی کنیم. اومدیم خدمت آقای شهردار این شهر، شهردار خوب جناب مهندس احمدی عزیز همراه ما هستن و قرار اینجا رو بهتون معرفی کنن. آقای شهردار، داشتم نگاه میکردم، هم حسرت میخوردم هم خوشحال بودم، چون به قسمت‌های جنوبی شهر و مرکز می‌رفتیم خوش‌سالی و به خصوص اصفهان وقتی رفتیم و زاینده رو دیدیم خشکه، ناراحت شدم و اینجا خوشحال شدم به خاطر اینکه چنین آبی هست. سلام علیکم، شما رو می‌شنویم و بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. اینجا مراغه هستش، خودتون که دیگه معرف حضور هست. میگم این رودخونه همیشه آب داره یا فصلیه؟ بله، الحمدلله به شکر به اصطلاح موقعیت جغرافیای شهرستان مراغه که به اصطلاح در دامنه این الان مراغه کوه سهند به اصطلاح مستقر شده، الحمدلله شکر خدا امسال هم یک کمی بارندگی خوب بود. همیشه به اصطلاح این آب هستش، ولی خب به یوم سدی که در بالادست به اصطلاح مراغه هست، سد علویان، ذخیره شده و به اصطلاح اکثر موقع ما تو بستر رودخونه آب داریم. درسته. خب همونطور که گفتم به شهر زیبای مراغه اومدیم، استان آذربایجان شرقی، شهری که الان فصل اومدنش هستش، به خصوص در فصل تابستان آب و هوای خنک و خیلی خوب، طبیعت بکر و زیبا و دیدنی، و ما قراره انشاءالله طی یک هفته جاذبه های دیدنی این شهر رو بهتون معرفی کنیم. قبل از همه چیز قراره به صورت کلی از زبان شهردار شهر بشنویم که اصلا مراغه چیا داره، کجاها رو داره برای دیدن و چه جاذبه‌هاییه. پس همراه هم سفر ما باشین در شهر زیبای مراغه. مراغه بیش از 300 اثر تاریخی داره و عرض حضورتون که 110 اثر تاریخی ثبت شده داره و به همین خاطر جزء 10 شهر برتر از نظر تاریخی هستش. و یک موقعی در زمان به اصطلاح مغول‌ها به عنوان پایتخت ایران بوده هستش. بله، بعد چه جاذبه‌ای داره نام می‌برین اثر بله. مهم؟ از جاذبه‌های خیلی جاذبه‌های تاریخی زیاد داره، گنبدهای قفاریه، گنبدهای مدور، برج کبود، بعد گنبد سرخ، بعد معبد مهر، رصدخانه مراغه که به هر حال جزء شاخص‌ترین و اساسی‌ترین به اصطلاح آثار تاریخی هستش که تو مراغه هستش، که میتونن گردشگرهای محترم از این آثار تاریخی بازدید داشته باشن. یکی از دغدغه‌های مسافرها و گردشگرها معمولاً توی سفر پذیرایی هستش، یعنی خورد و خوراک و غذا. غذایی که شما در سفر میل می‌کنید باید سالم باشه، خوشمزه باشه و اینکه ازش لذت ببرید. و چقدر خوبه که غذاهای مختلف شهرهای مختلف ایران رو تجربه کنید خوردنشو و تنوع غذایی رو جزء سبد غذایی خودتون قرار بدین در سفر. یعنی اینکه اگه به شهری وارد شدین، خب معمولا غذاهای کبابی در اکثر رستوران‌ها و هتل‌ها
صرف میشه و سرو میشه. چقدر خوبه که شما از غذاهای سنتی بخواید. ما الان در این بخش میخوایم از غذاهای سنتی مراغه براتون بگیم و یکی هم هزینه هایی که در سفر میشه کنترل کرد. به هر حال یکی از مباحث برنامه همسفر اینه که ما بتونیم برای شما از سفر ارزان بگیم. ما رو همراهی کنین با این بخش. های امینزاده برامون میگن که چه غذاهای خوشمزه توی مراغه پخته میشه و سرو میشه و اینکه اصلا آیا مکانهایی هست که مسافر بتونه در اونجا اتراق کنه. باز هم خدمت تمام بینندگان محترم برنامه همسفر، همونطور که مشاهده می‌فرمایید غذاهای سنتی هستش که شهرستان مراغه، آش اوماج که دیگه حالا فارسیش آش اوماج هستش، با عدس و بلغور و بعد سبزی محلی که هستش درست میشه. بعد آش بلغور هستش که باز با بلغور و آرد و چیز پیاز و سیب زمینی درست میشه. یه تیمچه هستش که با بادمجان و سیب زمینی و گوجه فرنگی و فلفل هستش. گیساوا هستش که با زردآلو و شیره درست میشه و خاگینه قاشقی هستش که هاکذا و برنج تنوری با کوفته ریزه درست میشه. ما سفر ارزان معمولا تو برنامه همسفر داریم تبلیغش رو میکنیم. وضعیت هتل‌های مراغه چجوریه؟ در 6 ماه اول هر سال خوبه، ولی متأسفانه در 6 ماه دوم یه ذره تو زمستون پاییز مسافر کمتره، ولی تورهای بهاری و تابستان بیشتر از چند تا هتل داره مراغه؟ دو تا هتل هستش با امکانات کامل. درسته. بعد قیمت اتاق چجوریه؟ قیمت اتاق‌ها فرق می‌کنه، چون هتل‌های 4 ستاره با هتل‌های 2 ستاره فرق می‌کنه و از اونجایی هم که این هتل 4 ستاره هستش، به اون خاطر قیمت‌ها مثلا دو تخته 300 خورده‌ای در میاد، 4 تخته مصوبه میراث فرهنگی هستش. خب حالا برای مسافرایی که علاقه به ایران گردی دارن شرایط خاصی هم داریم؟ خب مسلماً تخفیف قائل می‌شیم. برای تورهای داخلیمون که اگر تورهای داخلی باشه بیشتر از 7 باب 8 باب باشه، ما 50% بدون استثنا تخفیف قائل میشیم. 50%. حالا اومدیم در قالب تور خانوادگی طرف خواست بیاد، اونم مشکلی نیست. اگه تا 4 باب اتاق بیاد تا 30% تخفیف، بیشتر از 4-5 باب اتاق باشه بازم ما تا 50% تخفیف میدیم بهش، مشکلی نیست. پس مراغه‌ای اهل تخفیف دادن هستن. شرایط اقامت در مراغه به چه شکلیه و چند روز مسافر میتونه اینجا بمونه که از جاذبه های دیدنش لذت ببره؟ اگه بخواین از تمام جاذبه های دیدنش بخواییم بگردیم و گردش کنیم که خیلی زیاد، ما باید یه هفته باید طول میکشه تا ما هم اینجا بمونیم، چون نه فقط ما برای اینکه آثار تاریخی داریم که خیلی هاشون به ثبت ملی رسونده شده، ما برای اونا، ما به خاطر طبیعتی که ما داریم، مثلا تورهای طبیعت کردیم امسال ما راه انداختیم که ایشالله راستوریز کنیم بتونیم تورهای طبیعت کردیم بریم.
شهر مراغه یک شهر بسیار زیبا و دیدنی با جاذبه های فراوان. این رو ما به بینندگان گفتیم و بهش اشاره کردیم، مشخصات دادیم کجا هستن، گفتیم سفر ارزان هم میتونن تجربه بکنن یه جورایی. حالا بگیم که جاذبه های گردشگریش چیه؟ یعنی یه مسافرات طبیعت گردن، محیط زیست و علاقه بهش دارن، میخوان تو طبیعت از طبیعت بهره ببرن، کجا برن؟ حالا شهر مراغه از نظر طبیعت خیلی غنی هستش. یه شهریه که به اصطلاح ما آثار فسیلی چند میلیون ساله تو سطح شهر مراغه داریم. یکی از منطقه های نزدیک به شهر مراغه هستش. عرض حضورتون که بعد میتونن از آبهای معدنی ساروسو، گرفالچه، شورسو از اینا هم استفاده کنن. بعد از روستاهای هم به اصطلاح اطراف شهر مراغه، از باغات شهر مراغه، از دره هایی که به اصطلاح به صورت فضای سبز گسترده هستش، آبهایی که به اصطلاح چشمه هایی که دارن، میتونن به اصطلاح گردشگرا بیان استفاده کنن. درسته. روستاهای هدف گردشگریتون اسمشون میگی اونایی که الان یار شهری هستش، گشلاق هستش، سمت شمال به اصطلاح مراغه هستش. اینا گلای کتیرا هستن یا گوند، همون اصل گوندی که ما چندین بار توی برنامه همسفر بهش اشاره کردیم، دقیقا از همین شهر همین گلها هستش که تقریبا صورتی رنگ و خیلی زیبا هستن. وقتی شما به طبیعت میاین و کنار طبیعت قرار میگیرین و محیط زیست، خوبه به اطرافتون نگاه کنین. این تجربه که من با چندین نفر از دوستان توی سفر داشتم به هر حال باعث شده که این گل و گیاه ها رو بهتر و بیشتر بشناسم. مثلا این گلای آویشن هستش که خود آویشن یک آنتیبیوتیکه و برای سرماخوردگی فوق‌العاده خوبه. اینجا سراحی ارشد چمن، یه طرفش میره به طرف کندوان همون اسکو، یه طرفش میره طرف سهند، قسمت شمالی سهند، کوه سهند، شمالی کوه سهند. بعد این برفا دیگه فکر میکنم بمونه تا موقعی که برفا بدیم. امسال زود آب شدن این برفا، ولی سال قبل هولوحش ساعت مرداد ماه، 20 مرداد ماه اومدیم، ما ماشین به زور میتونستیم از اینجا رد شیم. هوای کمی سرد، یه کمی سرده، درسته؟ نه الان بریم پایین سردتره، از این هم بیشتر. آره، بعد برفا رو دیدیم ذوق زده و شوق زده شدیم، گفتیم بیایم اینجا. آقا رضام دیگه صاف اومد تو برفا. مسافرانی که قصد عزیمت به شهر مراغه دارن میتونن از طریق بزرگراه پیامبر اعظم از سمت شرق مراغه وارد مراغه بشن با خودروهای شخصی خودشون، یا کسایی که میخوان از طریق ریلی بیان از قطار استفاده کنن، یا اگه بخوان مثلا از هواپیما استفاده کنن که انشالله به زودی هم فرودگاه شهرستان مراغه دایر خواهد شد میتونن استفاده کنن. همچنین کسایی که با اتوبوس میخوان تشریف بیارن مراغه میتونن از ترمینال جدیدی که شهرداری جدیداً راه اندازی کرده، و این ترمینال به اصطلاح ترمینال مدرن و جدیدیه که دومین به اصطلاح ترمینال استان آذربایجان شرق بعد تبریز هستش که تو زمینی حدود 4 هکتار و با زیربنای 4000 متر مربع احداث شده میتونن استفاده کنن. Thank you.
سوغات مراغه که الحمدلله خوشگوار مراغه هستش که زیاده، مثلا خب دیگه خوشگوار میوه های به اصطلاح آلوچه و بعد زردالو و اینا هستش. عرض حضورتون باستوق هستش. صابون مراغه جز صنایع دستی هستش، جز به اصطلاح سنتی ترین به اصطلاح صابونا هستش که میشه به اصطلاح از مراغه به عنوان شما سوغاتی ببرید. صنایع دستی متفاوت داریم. خب عمدتاً صنایع دستی اینجا فرش هستش. فرش دستباف مراغه هستش که خودش هم دارای برند. میکنم خدمت بینندگان برنامه همسفر، من حمیده زنبوری هستم، اولین مبتکر هنر معرق سنگ ایران. بله اولین شما. بله یعنی هیچ جای ایران معرق روی سنگ رو نداریم؟ نه این هنر رو نداریم. ایران یا جهان؟ فکر کنم جهان، چون یه کار کاملا ذوقی بوده از ترکیب دوتا تخصص من. تمام هموطنان و بینندگان محترم برنامه همسفر دعوت میکنن که حتما از شهر مراغه دیدن کنن، تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم و از جاذبه های تاریخی به اصطلاح جغرافی های شهر مراغه حتما دیدن کنن. بسیار عالی. آقای شهردار شما آذری هستین دیگه؟ اینجا من تو آذربایجان هستیم. زبان اصلی هم زبان آذری دیگه. آذریه. خب به زبان آذری دعوت کنیم. من عزیز هموطن نمنن و همچنین به اصطلاح بینندگان محترم برنامه همسفردن دعوت دیم که مرا آنان جلسنر بازدل اصلنر عزیز و محترم گردشگر لدن جا جای ایرانان به اصطلاح دعوت دیم که جلل مرا آنان جلل مرا آنان چخلو به اصطلاح آثار تاریخ سوارده و چخلو از در موقعیت جغرافیایی و طبیعی مستعد و غنی به شهرتش حتما تشجد سنر بسکمت دندالله. که میگن بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، یک واقعیت زیبایی که الان من اینجا دارم تجربه میکنم، نمیدونم برای شما اتفاق افتاده نیفتاده چجوریه، ولی فضای فوق‌العاده زیبا و دیدنی هست کنار صوفی چای، اونم تو شهر زیبای مراغه، و اینکه داریم لذت میبریم از این طبیعتی که اینجاست و امیدواریم شما در سفری که پیش رو دارین یکی از مقاصد سفرتون همین شهر زیبای مراغه باشه در استان آذربایجان شرقی. حالا قراره یکی دو هفته ای از زیبایی های این شهر براتون بگیم، پس همسفر از دست ندین، در روزهای آینده همراه همسفر ما باشین با دیدن جاذبه های خوب این شهر. 3085 رو فراموش نکنین. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین میتونین از این طریق ما رو مطلع کنین، همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین، برنامه های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا سوژه دیگه، خدا نگهدار.